دوستان عزیزم سلام، خوش اومدین به بوگن شماره 40. میریم که با هم سوالاتش رو تمرین کنیم. سوال شماره 1: Welches Verhalten ist beispielhaft für vorausschauendes Fahren؟ چه رفتاری نمونه است برای رانندگی که حالت دورنگری داره؟ واقعا دیگه نمیدونم اینو چطوری بگم. Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche Veränderungen der Verkehrssituation. من حدال امکان سریع به تغییرات احتمالی توی وضعیت تردد عکس العمل نشون میدم. Ich beschränke die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das direkt vor mir fahrende Fahrzeug. من حواسم رو محدود میکنم به ماشینی که دقیقا جلوی من داره میره. Ich versuche die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer möglichst frühzeitig zu erkennen. من سعی میکنم تصمیمات بقیه کسایی که توی خیابون هستن و تا جایی که بشه سریع حدس بزنم یا تشخیص بدم که گزینه 1 و 3 درست هستن. سوال شماره 2: Warum darf man nicht unnötig langsam fahren؟ چرا اجازه نداره آدم که بی دلیل و بی خود آروم بره؟ یعنی آروم تر از اون چیزی که اجازه است. Weil der Verkehrsfluss behindert wird، برای اینکه جلوی بقیه رو میگیریم. Verkehrsfluss، فلوس یعنی رودخونه، و وقتی میگن Verkehrsfluss یعنی اینکه توی ماشین خیابونا دقیقا مثل حالتی که توی رودخونه جاری هستش، همینطوری میرن بدون اینکه احتیاج باشه ترمز کنن. یعنی مانع برای اونا به وجود میاریم. weil die Gefahr von Auffahrunfällen erhöht wird، به خاطر اینکه خطر اینکه از پشت تصادف کنه آدم بیشتر میشه. weil nachfolgende zu gefährlichem Überholen verleitet werden، به خاطر اینکه ماشینای پشتی وسوسه میشن که بخوان سبقت بگیرن، که هر سه موارد درستن. سوال شماره 3: Wie sollten Sie sich verhalten؟ چجوری باید رفتار کنید؟ Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen، روی سرعت قدم سرعتمون رو پایین بیاریم. Bremsbereit bleiben، آماده ترمز کردن باشیم. Unvermindert weiterfahren، بدون هیچ تغییری، یعنی بدون اینکه سرعت رو پایین بیاریم به راهمون ادامه میدیم، که گزینه 1 و 2 درست هستن همونطور که خودتونم حد زدین و میدونید. سوال شماره 4: Sie nähern sich Kindern, die auf dem Gehweg spielen. شما به بچه های نزدیک میشین که توی پیاده رو دارن بازی میکنن، مثل همین عکس قبلی که دیدیم. Wie müssen Sie sich verhalten؟ چجوری باید رفتار کنید؟ Unverändert weiterfahren, den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern، بدون هیچ تغییری به راهمون ادامه بدیم برای اینکه مانعی برای ماشین‌های پشتی نشیم. هوپن اون weiterfahren، بوق بزنیم و رد شیم. langsamer fahren und bremsbereit sein، آروم‌تر بریم و آماده ترمز کردن باشیم، که مسلما گزینه 3 هستش که درسته. سوال شماره 5: Womit sollten Sie rechnen؟ با چه چیزی باید حساب کنید؟ Dass Erwachsene auf die Fahrbahn treten können، که بزرگسالها میتونن وارد خیابون بشن. Dass Kinder zwischen den Fahrzeugen auftauchen können، که بچه ها از بین ماشین ها میتونن پیدا بشن، ظاهر بشن. Dass starkes Bremsen erforderlich werden kann، که ترمز شدید میتونه لازم بشه، که همه این مسائل درست هستن. سوال شماره 6: Womit müssen Sie rechnen, wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren؟ با چه چیزی باید حساب کنین وقتی که عابرین پیاده از خیابون رد میشن؟ Fußgänger können، عابرین پیاده میتونن،
Unachtsam sein, bidegat boshan, plötzlich stehen bleiben, ناگهان بیستن، auf halbem Wege umkehren، از وسط راه برگردن. که هر سه این کارها رو میتونن مسلما انجام بدن. سوال شماره 7، wann kann es hier zu einer gefährlichen Situation kommen؟ چه موقعی اینجا میتونه وضعیت خطرناک بشه؟ Wenn der Radfahrer am Ende des Radweges anhält, اگر که دوچرخه سوار آخر این راه دوچرخه توقف کنه. Wenn ich unvermindert weiterfahre, اگر من بدون اینکه سرعتم رو پایین بیارم به راهم ادامه بدم. Wenn der Radfahrer auf meine Fahrbahn wechselt, اگر که دوچرخه سوار توی خیابون بیاد. که مسلما اگه به ایست خطری نداره ولی اگه من سرعتم رو کم نکنم و اون توی خیابون بیاد، خطرناک. سوال شماره 8، wie wird der berauschende Wirkstoff von Haschisch im Körper abgebaut؟ اثر نشه کننده حشیش در بدن چطوری از بین میره؟ چجوری کم میشه؟ ungleichmäßig zeitlich nicht abschätzbar، خیلی نامنظم و از نظر زمانی نمیشه حدسش زد که چقدر طول میکشه. gleichmäßig 0,1 پرومیله یه شتونده، به طور منظم 0.1 پرومیل در ساعت. gleichmäßig 0,1 گرم یه شتونده، به طور منظم 0.1 گرم در ساعت، که اصلا نمیشه حدسش زد یا دونستش. سوال شماره 9، Sie fahren ein langsameres Fahrzeug auf einer Landstraße. شما توی یه خیابون کمربندی یک ماشینی که آرومتره رو دارین میرونین. Wie können Sie schnelleren Fahrzeugen das Überholen ermöglichen? چجوری میتونین سبقت گرفتن رو برای ماشینای که سریعتر هستن امکان پذیر کنین؟ Durch Ausweichen auf den Parkstreifen، از طریق این که دستمونو بدیم، یعنی ausweichen، دستمونو به یه طرفی بدیم، میگن ausweichen. Auf den Parkstreifen، توی خطایی که بر پارک کردن هستن. In eine Haltebucht، توی یه دونه از این جاهایی که برای توقفه. Auf den Seitenstreifen، توی خطای کناری. که ausweichen auf den Parkstreifen. روی هر سه اینا میتونیم بریم دیگه. سوال شماره 10، was bedeutet dieses Verkehrszeichen؟ این علامت چه معنی داره؟ Hinweis auf vorhandene elektrische Oberleitungen، اشاره یا علامت برای اینکه سیم‌های برق در بالا هستن. Der Schienenverkehr hat immer Vorrang، اینی که قطارها همیشه حق تقدم دارن. Es ist immer zu erwarten, wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert. Es ist immer zu warten, wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert. ببخشید ساعت یک و نیمه شبه. درست نمیبینم دیگه. همیشه اگر که یک قطار داره میاد، نزدیک میشه، باید صبر کنیم. که همه این موارد درست هستن. سوال شماره 11، Sie nähern sich einem Linienbus، der auf ihrer Fahrbahn in Gegenrichtung an einer Haltestelle hält und Warnblinklicht eingeschaltet hat.
شما به یه اتوبوس خطی نزدیک میشین که توی مسیر شما، تو خیابون شما، نه تو خیابون شما ولی در مسیر مقابل سر یه ایستگاه ایستاده و چراغ‌های خطرش رو روشن کرده. Worauf stellen Sie sich ein؟ خودتون برای چه چیزی آماده میکنید؟ Die Fahrgäste überqueren die Fahrbahn erst wenn der Bus das Blinklicht ausgeschaltet hat. مسافرین اتوبوس وقتی وارد خیابون میشن که اتوبوس چراغ خطرش رو خاموش کرده باشه. Fahrgäste wechseln die Seite der Fahrbahn, um den Bus noch zu erreichen. یه سری از مسافرها خیابون طرف مسیر خیابونشون رو عوض میکنن، یعنی میان وسط خیابون که به اتوبوس برسن. Aus dem Bus steigende Fahrgäste überqueren unvermittelt die Fahrbahn. مسافرینی که از اتوبوس پیاده میشن همون موقع سری میان وسط خیابون که گزینه های یک و دو درست هستن. سوال شماره 12. Eine Person will die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg überqueren. یک شخصی میخواد که از روی خط عابر پیاده از خیابون رد بشه. Wie verhalten Sie sich? شما چطوری رفتار میکنید؟ Ich überhole nicht. من سبقت نمیگیرم. Ich überhole wartende Fahrzeuge mit besonderer Vorsicht. من از ماشینایی که دارن سب میکنن با احتیاط زیاد سبقت میگیرم. Ich bereite mich auf das Anhalten vor. خودم رو آماده توقف کردن میکنم. که سبقت نمیگیریم و آماده توقف میشیم. سوال شماره 13. Sie kommen als erster an einer Unfallstelle mit Verletzten. شما به عنوان اولین نفر سر یک تصادفی میرسین که یه سری زخمی داره. In welcher Reihenfolge gehen Sie vor? به چه ترتیبی جلو میرین؟ Erste Hilfe leisten, Rettungsdienst alarmieren, Unfallstelle absichern. کمک‌های اولیه میدم، به آمبولانس زنگ میزنم و جای یعنی محل تصادف رو امن میکنم. Rettungsdienst alarmieren, Unfallstelle absichern, erste Hilfe leisten. به آمبولانس زنگ میزنم، محل تصادف رو امن میکنم و کمک های اولیه میرسونم. Unfallstelle absichern, erste Hilfe leisten, Rettungsdienst alarmieren. محل تصادف رو امن میکنم، کمک های اولیه میدم و بعد به آمبولانس زنگ میزنم. که اول از همه باید مکان تصادف رو امن کنیم و بعد کمک های اولیه بدیم و به آمبولانس زنگ بزنیم. سوال شماره 14. Was kann es bedeuten wenn an einem Fahrzeug blaues Blinklicht, jedoch kein Einsatzhorn eingeschaltet ist. چه معنی میتونه داشته باشه اگر که به یه ماشین چراغ آبی که چشمک میزنه ولی هیچ آژیری روشن نباشه. چراغ آبیش روشن باشه ولی آژیرش روشن نباشه. معنیش چیه؟ Ein Abschleppwagen fährt zu einem Einsatz. یه دونه جرثقیله که داره میره برای حالا بردن ماشین. An einer Unfallstelle wird vor Gefahren gewarnt. توی یک مکان تصادف به خطر اشاره میشه یا اخطار داده میشه که خطره. Es wird vor einer Einsatzstelle der Feuerwehr gewarnt. Es wird vor einer Einsatzstelle der Feuerwehr gewarnt. اخطار داده میشه که جایی که
آتش نشانی مشغول انجام کاره، انجام وظیفه است، که گزینه های دو و سه میتونن درست باشن. سوال شماره 15. Welches Verhalten ist richtig؟ چه رفتاری درسته؟ Die Straßenbahn muss mich vorher abbiegen lassen. Straßenbahn باید اجازه بده که من اول رچم بپیچم. Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen. من باید اجازه بدم که Straßenbahn رد بشه. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. من باید اجازه بدم که موتور سوار رد بشه. که باز دوباره همچین خیابونیه، خیابون فرعی، ما به سمت چپ میپیچیم، پس آخرین نفر هستیم. Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen und ich muss das Motorrad durchfahren lassen. هر دو رو باید ما اجازه بدیم که برن. سوال شماره 16. In welcher Reihenfolge müssen die Fahrzeuge hier weiterfahren? به چه ترتیبی باید اینجا ماشین ها به راهشون ادامه بدن؟ Der Radfahrer, der gelbe PKW, ich, دوچرخه سوار، ماشین زرد من، ich, der Radfahrer, der gelbe PKW, من دوچرخه سوار ماشین زرد، der Radfahrer, ich, der gelbe PKW, دوچرخه سوار من و ماشین زرد، که گزینه سه درسته. سوال شماره 17. Wer darf in dieser Situation zuerst fahren? چه کسی اجازه داره توی همچین وضعیتی اول بره؟ Der blaue Traktor. این یعنی میخواد بپیچه سمت چپ. میخواد از اینجا بیاد بیرون. Der blaue Traktor. Ich selbst. Der rote PKW. تراکتور آبی، خود من و ماشین قرمز. که ما اجازه داریم بریم، ما میخواییم مستقیم بریم. این از یک جاده، حالا راهی که خیابون نیست، میخواد بیاد بیرون و اینم میخواد سمت چپ بپیچه. سوال شماره 18. Was gilt bezüglich gelber Fahrbahnmarkierung? چه چیزی در مورد خطکشی زرد رنگ خیابون ها درسته؟ Gelbe Fahrbahnmarkierungen, Radkeschiere zart rang, ersetzen die Gültigkeit weißer Fahrbahnmarkierungen. Joygozine etabore khathoyas sefid rangan. Gelten nur für Baustellenfahrzeuge, Fahrrad bare maschinoye makhsoose baustelle hastan, werden nur vorübergehend angebracht. Zum Beispiel an Baustellen. فقط کوتاه مدت زده میشن، مثلا جاهایی که دارن تعمیر میکنن. که گزینه یک و گزینه سه درست هستن. سوال شماره 19. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? این علامت یا این تابلو نشونه چیه؟ Auf eine Kreuzung, یه چهار راه. Auf eine Gefahrstelle, به یک محل خطر. Auf eine erste Hilfe Station, به یک جایی که کمک های اولیه وجود داره. که گزینه سه درسته. سوال شماره 20. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe. شما یه ماشین میرین که دنده دستی داره. دنده. Welche Fahrweise führt innerorts zu einem hohen Kraftstoffverbrauch? چه طرز رانندگی در داخل شهر باعث میشه که زیاد بنزین مصرف بشه؟ فرقن این هوم گانگ توی دنده بالا رانندگی کردن، شتارکس بشلاینیگن سرعت گرفتن شدید، فرقن میت هو موتور دریتزل رانندگی با دور موتور بالا. که سرعت گرفتن و دور موتور بالا درست هستن. خب دوستان، رسیدیم به قسمت B. سوال شماره یکش هست. Sie fahren außerorts bei dichtem Nebel auf einer Bundesstraße.
شما در خارج از شهر توی یک مه غلیظ دارین توی یک خیابون کمربندی رانندگی Dürfen Sie auf der Fahrbahnmitte ständig über der Leitlinie fahren? اجازه دارین که وسط جاده مدام از روی خطی که Leitlinie همین خطکشی وسطه که دو تا خط رو از هم جدا میکنه. روی این برین؟ Nein, weil der Gegenverkehr gefährdet werden kann. نه برای اینکه اونایی که از مقابل میان رو میتونن به خطر بندازن. Ja, wenn Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte eingeschaltet sind. بله اگر که چراغ‌های مهشکن جلو و عقبم روشنن. Ja, weil man weniger in Gefahr gerät, von der Fahrbahn abzukommen. بله برای اینکه آدم میتونه کمتر به این خطر بیفته که از مسیر یا از جاده خارج بشه. که گزینه یک درسته اجازه نداریم. سوال شماره دو یک ویدیو هست که با هم میبینیم توی اتوبان. خط راست هستیم و چی میشه؟ میخوایم بریم سمت راست. چی شد؟ اوکی. ببینیم سوالا رو. Worauf sollten Sie sich jetzt einstellen? خودتون رو برای چه چیزی باید آماده کنید؟ Der blaue Bus vor mir bremst wegen eines Staus. اتوبوس آبی رنگ جلوی من به خاطر یک ترافیک ترمز میکنه. Der gelbe PKW verlässt die Autobahn. ماشین زرد رنگ از اتوبان خارج میشه. Das Motorrad verlässt die Autobahn. موتور از اتوبان خارج میشه. عکس رو بزرگ کنم. خب موتور که تو خط سمت چپه که اصلا کاری با ما نداره. اینم که جلوش ترافیک نیست. پس ماشین زرد دیگه. اینجا چراغ‌های ترمزش احتمالاً که راهنما هم زده. سوال شماره 3 Was wirkt auf langen Fahrten dem Ermüdung entgegen? توی راه‌های طولانی، رانندگی طولانی مدت چه چیزی خستگی رو از بین میبره یا با خستگی میجنگه. Rechtzeitige und ausreichende Pausen. اینی که به موقع و به اندازه کافی استراحت کنیم بینش. پاوزه یعنی استراحت ما بینش. Gymnastische Übungen während der Pausen. حرکت های ژیمناستیکی موقع استراحت. Kaffee trinken statt Pausen. به جای استراحت قهوه خوردن. که گزینه آخر مسلما درست نیست ولی گزینه یک و دو درسته. سوال شماره 4 Wie lautet die Faustformel um den Bremsweg einer Gefahrbremsung auf ebener, trockener und asphaltierter Fahrbahn auszurechnen? فرمول کلی برای حساب کردن راه ترمز وقتی که خطری پیش بیاد، یعنی ترمز عادی نه، ترمز محکم روی یه خیابون صاف، خشک و آسفالت شده چجوری حساب میشه؟ گشویندیشکایت هستش سرعت تقسیم بر 10 ضرب در سرعت تقسیم بر 10 تقسیم بر 2 که گزینه 2 هستشین. یعنی راه عادی تقسیم بر 2 نصف میشه. سوال شماره 5 یه فاتزوگ است اینگشنایت. ماشینتون زیر برفه. واس موسن سی تون بفور سی لوس فارن. باید چیکار کنین قبل از اینکه حرکت کنین؟ Ich muss Eis und Schnee von den Beleuchtungseinrichtungen
auch tagsüber entfernen. Man bayad yakh o barf ro az ruye chiraghaye mashin hatta dar roz pakonam, az bein bebaram. Ich muss den Motor warm laufen lassen. Man bat Motor ro bezaram garm beshe. Ich muss Eis und Schnee von den Scheiben und Spiegeln entfernen. Man bayad yakh o barf ro az shisha ha va آینه ها از بین ببرم پاک کنم که گزینه یک درست هست و گزینه سه موتور رو لازم نیست بذارین گرم بشه. سوال شماره 6 Was hat das Fahren mit Winterreifen in den Sommermonaten zu folgen? رانندگی با تایرهای زمستونه در زمان تابستون چه نتایجی داره؟ چه چیزی میشه؟ Es erhöht sich der Kraftstoffverbrauch, مصرف بنزینمون بیشتر میشه. Es erhöht sich der Reifenverschleiß, استهلاک تایر بیشتر میشه. Es erhöht sich die Fahrstabilität. استیبل بودن رانندگی توی ماشین بیشتر میشه، یعنی خود ماشین، که این درست نیستش، ولی نکات منفی بیشتر میشه. سوال شماره 7 Was ist aus Gründen des Umweltschutzes zu unterlassen؟ به خاطر محافظت از محیط زیست چه کارهایی رو نباید انجام داد؟ Den Motor im Stand warm laufen lassen. Motor رو وقتی که ایستادیم بذاریم گرم بشه. Unnötiges herumfahren. بی خودی دور دور کردن به قول خودمون. Laut Musik bei geöffneten Fenstern. موسیقی بلند، موسیقی بلند با پنجره باز. که گزینه 1, 2 و 3 درستن. سوال شماره 8 Wann dürfen Sie in dieser Situation weiter auf dem linken Fahrstreifen verbleiben? چه موقعی توی همچین وضعیتی اجازه دارین همچنان روی خط سمت چپ بمونید؟ Wenn mein Fahrzeug einschließlich Ladung tatsächlich maximal 2 Meter breit ist, اگر ماشین من با بارش با هم دیگه حد اکثر 2 متر پهنا داره، wenn mein Fahrzeug gemäß Zulassungsbescheinigung Teil 1 2 Meter breit ist, اگر ماشینم طبق چیزی که توی کارت ماشین نوشته شده 2 متر پهنا داره، که چیزی که در واقع واقعا هست مهم. سوال شماره 9 Welche Vorteile bietet eine Antriebsschlupfregelung؟ چه مزایایی این سیستم ASR Antriebsschlupfregelung اسمش هست داره. Beim Bremsen wird das Blockieren der Räder verhindert. موقع ترمز کردن باعث میشه که چرخها قفل نکنه. Beim Anfahren wird das Durchdrehen der Räder verhindert. موقع حرکت کردن مانع این میشه که چرخ ها همینجوری دور چرخ بزنن در جا بزنن اینطوری بگیم. Beim Anfahren auf glatter Fahrbahn wird die Gefahr des seitlichen Wegrutschens geringer. موقع رانندگی توی خیابون یخزده یا آره یخزده
خطر اینکه یک طرفه سر بخوره ماشین کم میشه، که حدس میزنم گزینه سه باشه، نمیدونم راستش. هر دوش که گزینه دو و سه هر دو درست هستن. سوال شماره ده: Gleich nach dem Losfahren machen Sie eine Bremsprobe. درست بعد از حرکت کردن یک ترمزتون رو امتحان میکنید. Warum? چرا؟ Um die Wirkung der Betriebsbremse zu prüfen. به خاطر اینکه تاثیر ترمز رو امتحان کنم، بررسی کنم. Um die Bremsanlage schnell zu entlüften. به خاطر اینکه سیستم ترمز رو سریع از هواگیری کنه، که گزینه یک فقط درسته. خب دوستان، بوگل شماره 40 هم به پایان رسید. امیدوارم خوب بتونین تمرین کنین. تا بوگل بعدی ویدیو رو هم لایک کنین، یادتون نره. مرسی.